خانم آقایان ادامه به سوالایی که شما ایزان از ما پرسیدین و اجازه بدین قبل از اینکه من سوالا رو جواب بدم خدمت ایزان یه چیزی رو اعلام بکنم همونطوری که در دو ساعت اخیر ما در مورد این مسئله صحبت میکردیم هر کسی که با پاسپورت ایرانی به کنسولگری آمریکا میرود برای مصاحبه باید با خودش مدارک معافیت را ببرد روی این حساب شما چه برای ویزای توریستی میخواین اقدام کنید چه برای ویزای آم، کار برای گرین کارد از طریق خانواده گرین کارد از طریق سرمایه گذاری گرین کارد از طریق کار برای ویزای هنری هر چیزی که شما حسابشو بکنید پاتون رو توی کنسولگری آمریکا میذارید اگر که مدارک معافیت رو با خودتون نبرید پرونده طبق یه ورقه سفیدی درست کردن که بعضی از دوستان فرستادن تا برسید و اینترویو بشید به شما ورقه سفید رو میدن میگن که شما مدارک معافیت رو نایدید. روی این حساب مطمئن باشید که مدارک معافیت را با خود ببرید آن مدارک معافیت رو پرونده به پرونده فرق داره با وکیل مورد اعتماد خودتون صحبت بکنید مدارک معافیت رو جمع بکنید با خودتون ببرید مدارک معافیت هم روی هم گذاشتن جدا یک لیستی نیستش که ما بتونیم برای شما بفرستیم بگیم این لیسته پرونده پرونده فرق داره باید با شما 20 دقیقه نیم ساعت صحبت بشه ببینیم که چه مدارکی احتیاج هست به شما میگیم و مدارک رو شما جمع میکنید به وکیلتون ارائه میدین وکیلتون مینویسه بر حسب مدارکی که شما دادین و علاوه مقاله های دیگه که وجود داره جمع میکنن یک مدارک انقدی خواهد بودش به شما میفرستن شما به با یعنی کنسولگری آمریکا زودتر اقدام بکنید زودتر برای این جمع کردن مدارک معافیت اقدام کنید این یک دو هر کسی که پروندهش الان در administrative پروسسینگ بهش میگن در مرور هستش رفتن به کنسولگری آمریکا الان پروندهشون در زمان مرور هستش آنها نیز باید مدارک معافیت رو آماده بکنند با خود به, به،, 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 به کنسولگری آمریکا بفرستند که زمانی که پروندهشون رو داره کنسول آمریکا مرور مجدد میکنه این مدارک رو هم داشته باشه حتما باید این کار رو انجام بدهید اگر ندهید پرونده شما به خاطر منع ورود ایرانیان به ایالات متحده رد خواهد شد آن گروه از عزیزان که به کنسولگری آمریکا رفتند و پرونده مهاجرتی داشتند که پدر یا مادرشون براشون اقدام کرده چندین سال پیش الان میخوان برن گرین کارتشون بگیرن یا همسرشون اقدام کرده الان میخوان برن گرین کارتشون رو بگیرن باید مدارک معافیت داشته باشد سه کسانی که الان میخوان برن به کنسولگری باید با مدارک معافیت برن در این گروه هایی که گفتیم و کسانی که رفته اند و هنوز جواب داده نشده باید مدارک معافیت با خود ببرند کسانی که برای ای بی یک ای دو اقدام کرده اند و چه رفتن کنسولگری که مدارک الان کنسولگری رفتن مصاحبه انجام شده الان مدارکشون رو گرفتن و زیر مرور هستش administrative پروسس یا کسانی که میخواهند بروند به کنسولگری باید مدارک معافیت را ارائه بدهند که مدارک کامل باشه طبق بخشنامه کنونی زمانی که کنسول آمریکا مرور میکنه با مدارک معافیت شما مرور کنه کسانی که پرونده مهاجرتی داشتن دقت کنید دوستان کلمات رو کلمات رو دقت کنید کسانی که پدر مادرشون سیتیزن یا گیرین کارتی آمریکا بوده براشون اقدام کردند کسانی که همسرشون سیتیزن یا گرین کارتی آمریکا بوده براشون اقدام کردن و کنسولگری رفته اند و مصاحبه شده اند و پروندهشون اقلا شش ماه نه ماه در اداره در زیر مرور بوده و کسانی که برای گرین کارت سرمایه گذاری کنسولگری رفتن مرور شدن مصاحبه شدن پروندهشون 6 ماه 9 ماه در کنسولگری آمریکا مونده یا کسانی که برای ای بی یک 2 دو اقدام کردند کنسولگری آمریکا رفتن پرونده مرور شده و الان شش ماه نه ماه شده که هنوز از زمانی که اینترویو رفتن گذشته و هنوز جواب نشده با دفتر ما تماس بگیرین دولت را شکایت میکنیم که زود جواب شما رو بده و دقت کنین کدوم کاتگوری گفتم اگر برای ویزای غیر مهاجرتی اقدام کردین و پرونده شما الان بیشتر از 6 ماه 9 ماه 12 ماه گذشته شکایت نمیتونیم کنیم غیر مهاجرتی برای ویزای مهاجرتی رفتین کنسولگری آمریکا شما رو مصاحبه کردن زمان الان بیش از این زمانهایی که گفتم گذشته و به شما جواب ندادن حتی با بخشنامه کنونی هم که هستش به ما اعلام بکنید از دولت شکایت میکنیم نمیتونن قرار رو پرونده بشینن روی این حساب قانون ایالات متحده اعلام میکند که اگر که پرونده بیشتر از زمان عادی که دولت اعلام میکنه در کنسولگری ها بشینه یا در اداره مهاجرت بشینه شما حق دارید که از دولت شکایت کنید خیلی ساده پس جایتون نده کاتگوری ها رو دقت کنید همه نمیتونن این کارو کنن بعضی از کاتگوری ها هستن که این کار میتونن انجام بدن سوالایی که شما ایزان کردین ادامه میدیم آقای روح الله میگن که در برنامه 24 آذر لطفا در مورد سرنوشت ویزای دانشگاهیان تحت عنوان ای 1 یک یا ای 2 دو توضیح دهید جناب روح الله کسانی که ویزای ای بی یک یا ای بی دو گرفتن واجد و شرایط هستند که از معافیت قانونی استفاده بکنن و به ایالات متحده وارد بشن پرونده به پرونده فرق داره باید که ما ثابت بکنیم که این اشخاص برای امنیت ایالات متحده مشکلی ندارند و اگر که ورود شما رو منع کنن برای شما مشکل ایجاد می شود مشکل یا احساسی یا علمی یا اینکه علمی منظورم اینه که شما نمیتونید که به تحقیقات خودتون ادامه بدید یا از نظر تجاری روی این حساب امید هستش که شما بتونید که از این معافیت استفاده بکنید و روی سخنم ها میکنم به تمام اشخاصی که ای بی یکی بی دو اقدام کردن و خیلی از ایرانی ها هستن که این کار انجام دارن میدن قبل از اینکه پاتونو طبق قوانین جدید طبق قوانین جدید که بعد از 17 آذر ماه این قوانین الان در وزارت در وزارت از طریق وزارت امور خارجه آمریکا اعلام شده به کنسولگری آمریکا که باید که انجام بدن اگر که شما به کنسولگری آمریکا میرین و مدارکی نداشته باشید برای معافیت پرونده شما رو رد خواهند کرد حتما با مدارک معافیت وارد کنسولگری آمریکا بشوید و همان اشخاصی که پرونده ای یک یا ای بی دو شون الان در کنسولگری آمریکا نشسته رفتن مصاحبه مرور شده پرونده و الان زیر Administrative پروسسینگ هستش باید مدارکشون رو کامل کنن مدارک معافیت رو بفرستن که زمانی که مرور میشه همه مدارک در اونجا باشه آقای عباس میگن که ایشون کنسولگری در ماه جولای یعنی در حدود 6 ماه پیش رفتن مصاحبه انجام شده و اکنون در حال در منتظر هستن که از کنسولگری بشنود آقای عباس شما باید مدارک معافیت رو انجام بدهید و مدارک کامل بکنید به اداره به کنسولگری آمریکا ارائه بدید که زمانی که پرونده شما را مجددا برای ادمنستریتیو پروسسینگ انجام میدن مدارک معافیت هم در آنجا باشه یکی از دوستان میگن یکی از دفاتری که توی ایران در زمینه لوتوری کار میکنه این آگهی رو زده دوستان در این چند روز با بیش از 100 وکیل در آمریکا مکاتبه کردم یا تلفنی صحبت کردیم عموما بحث قرارداد شغلی رو رد میکنن و اصلا درکی از این موضوع ندارن یکی میتونه قرارداد شغلی معتبر و نوترایز شده و نوترایز شده تامین کنه 7000 هفز دلار قرارداد خودشه که رسما با شما قرارداد بنده حدود 500 دلار هزینه ما دریافت میکنیم برای پیگیری و هماهنگی ها از کسانی که در بین یک و دو ویزا گرفتن استعلام کردم این وکیل رو بسیار از افراد تعیین کردن هر چقدر زمان بیشتری داشته باشید بهتر میشه روی کیس دار. قرارداد شغلی واقعی هست و حتی میتونید در آمریکا به اون شرکت یا مراکز مراجعه کنید برای کار البته هر دو طرف قرارداد این حق رو دارند که قرارداد شغلی را پس از اخذ ویزا فسق یک طرفه کنند بدون استثناء هر کس که قرارداد شغلی معتبر به سفارت داده در بن یک و دو ویزا دریافت کرده راستی سفارت ابوظبی پذیرش زبان و مشروط تحصیلی قبول نمیکنه و فقط قرارداد شغلی معتبر مرتبط با تخصص یا تحصیلاتتون باعث میشه بهتون ویزا بدن به نظر شما صحت داره یا نه آقای کاملی جناب آقای م... اه... کسی که نوشته مائده اسم ایمیلشون هستش فامیلشون میگن ببینید این برای کسانی هستش که در مورد لوتوری میخوان که برن کنسولگری چی میگه این برنامه کسانی که لوتوری میخوان برن بگیرن باز هم باید که ببینن که اجازه معافیت هست نه خیلی از اشخاص احساس کردن که خب اگر که من یه دونه برم اجازه کار یا یک قرارداد کار با یک دونه دفتری رو با یک شرکتی رو در آمریکا بگیرم پس من میتونم نشون بدم که من در آمریکا من احتیاج هستش که باید برم دقت کنید و اینا جواب سوال شما هستش علکی 7000 دلار به کسی ندید قانون چی میگه هیچ کس بالاتر از قانون نیست میگوید اگر که شما ثابت کنید که یک رابطه قوی سیگنیفیکنت بیزینس بهش میگن سیگنیفیکنت بیزینس یا پروفشنال obligation که ثابت کنید که یک رابطه تجاری یا پروفشنالی با یک شرکتی دارید خب و داره اینجا و اگر به شما ویزا ندهند شما وظایف خود را در آن شرکت نمیتونید که در آن بیزنس و تجارت نمیتونید انجام بدید خب خیلی از اشخاصی که رفتن یک نامه از هر شرکتی در آمریکا گرفتن کسی که برای لوتوری میخوان اقدام کردن و در کنسولگری رفتن رفتن و نامه گرفتن که من میخوام برم آمریکا در فلان گلفروشی در فلان شرکت کار کنم برگشته کنسول گفته اصلا این ربطی به کار تو نداره شما پزشکی چجوری میخوای گلفروشی کار کنی شما در ایران گلفروشی چجوری میخوای به شیرنی فروشی کار کنی هر نامه ای که شما میگیرین و آن شرکت باید رابطه به, به کار شما داشته باشه الان من نامه خیلی دیدم که اشخاص فرستادن رفتن کنسولگری آمریکا با نامه و ردشون کردن به خاطر یه کنسول گفته که اون شرکت و اون کاری که میخوای بکنی هیچ ربطی نداره به کار تو به شغل تو به تجربه تو روی این حساب در همچین زمانی که هستش خواهش میکنم دقت بکنید اگر شما درخ... درخواست همکاری با یک شرکتی را دارید باید ربطی به شرکتش به کار و شغل و تجربه شما داشته باشه که بتونه که شخص بگه که کمپانی آمریکایی بتونه نامه بنویسه بگه که اگر این شخص نیاید به بیزینس و تجارت من ضرر میخوره خب اگر من وکیل هستم یک نامه داشته باشم از یک شرکتی که ساندویچ فروشی باشه بر میگرده کنسول میگه آقا تو وکیل هستی میخواد چه ربطی داره تو اون برای ساندویچ فروشی کار کنی نکنی اهمیت نمیده یه نفر دیگه میگیره ولی اگر که از یک دونه دفتر وکالت من نامه داشته باشم که بگن که خب اگر آقای کاملی نیادش ما کسی رو نداریم که در مورد قوانین ایالات متحده اطلاع داشته باشه و و و ممکنه که اثر بکنه روی باید اون نامه‌ای که اون کار میده ربطی به تجربه شما و کار شما و شغل شما داشته باشه آقای محمد میگن داره اقامت دائمه کشور آلمان هستم مدت 13 سال هستش که در کشور آلمان زندگی میکنم پرونده من از طریق ای در جریان هستم و من منتظر وقت سفارت هستم تا به حال دو بار با ویزای توریستی به آمریکا سفر کردم آیا قوانین جدید شامل من میشود یا نه آقای محمد اگر که ای برای کسانی هستش که یک شرکتی در آمریکا اقدام کرده است و اون شرکت گفته که من همچین کارمندی رو احتیاج دارم حالا پرونده شما در, روال رب کاره هنوز قبول نشده ما فرض کنیم پرونده ای بی سی شما قبول بشه شما تشریف بخواید برای کنسول یعنی کنسول میگه آقا این شرکت همون حرفی زدم رابطه با تو داره چه رابطه ای هستش رابطه ای کارمند کارفرمایی بسیار عالیه آیا شغل تو برای اون شرکت مهم هستش آیا درشته رشته ای کاریت هستش و من متاسفانه شنیدم که نشنیدم دیدم که خیلی از تبلیغات ناسالمی الان در ایران وجود داره که میگن که آقا بیا با ای بی میاریم از آمریکا یه دونه شرکت یه دونه رستوران در ایالت فلان احتیاج به 100 تا کارمند داره میخوادش که شما در ساندویچ فروشی کار کنید یکی میگه گل فروشی یکی میگه گل سازی یکی میگه جایی که مرغ ها رو پرورش میدن و و و و, و. خب. برای گرفتن گرین کارت از طریق ای کارفرما باید ثابت بکند که تبلیغ در روزنامه گذاشته، دنبال کارمند بوده، شخصی در آن حوزه پیدا نشده که برای این کار اقدام بکند و بدین جهت باید یک نفر را که در مورد این شغل میدونه از خارج از کشور بیاره. و من کارفرما انقدر درآمد دارم بر حسب این مدارک مالیاتی به شما نشون میدم که میتونم که حقوق این شخص رو بده. به نظر شما پیدا کردن کسی که در گل فروشی کار بکنه در آمریکا سخته؟ به نظر شما پیدا کردن کسی که همبرگر درست کنه در آمریکا سخته؟ یا در مرغدونی مرغ رو پرورش بده سخته؟ حال آیا شمایی که ای بی اقدام کردین آیا شمایی که به عنوان کارمند میخوایم به اینجا کار کنید همچین تجربه هایی داشتین؟ در کار کردیم من الان پزشک میدونم اقدام کرده برای این کار میدونم مهندس اقدام کرده برای این کار شست هزار دلار شست و پنج هزار دلار هم دادن به یک اشخاص مختلف که با این طریق بیاد آمریکا نه اینکه پرونده خیلی از, از این اشخاص قبول نشده بلکه به خاطر اینکه دروغ گفتند زیر بررسی هم قرار گرفت من این صحبت ها رو در سال 2012 تا 2013 بود انجام دادم گفتم تو تلویزیون همچین برنامه‌ای وجود داره دوستان مواظب باشین الان اواخر سال 2017 هستیم داریم صحبت می‌کنیم الان ملت فهمیدن ای بابا حرف آقای کاملی ممکن بود که درست باشه روی اون کسی که این کار داره انجام میده یک اون کارفرما باید ثابت کنه چقدر پول داره در مالیات چقدر سود داده سال پیش بعد میگن فلان شرکت 100 تا کارمند میخواد و فقط هم 100 نفر گذاشته برای ایرانی ها یعنی اینقدر در آمریکا مثلا کار دیگه وجود نداره که ما 100 نفر گل برای گلسازی بعد از ایران بیاریم یا اینکه 100 نفر در فلان جا بیاریم و به غیر از این این کارفرما چقدر مالیات داده بر ازای هر کس حساب شما کنی حداقل باید 25 هزار دلار در سال این بعد حقوق بده زب در 100 3 میلیون دلار بعد نشون بده که این درآمد داشته آیا درآمد نشون داده این سوالایی که شما عزیزان باید بکنید قبل از اینکه اصلا پاتون رو توی این برنامه ها بذارید که نظر شغلی وارد آمریکا بشید اگر یکی میگفتش که شغل خاص باشه من قبول میکنم شغل های خاص احتیاج هستش که در آمریکا نتونه که کارفرمایشون بده یکی دو تا نه 100 صد تا 150 تا حساب جناب محمد اگر که شما پرونده ای بی دارید این که جدا کار خاصی هستش کارفرما رو میشناسین کی هستش دنبال شما بوده رابطه برقرار کرده با شما که بخواید تشریف بیاین آمریکا ممکنه که پروندهتون بر حسب احتیاج و نیاز آن کارفرما پیروز بشه بر حسب معافیتی که در سابقه قانون خواهی گرفته ولی اگر شما به یکی از این گروه هایی که صدتایی، دویستایی میخواستن اشخاص بیارن 60000 65000 دلار دادین که براتون کارفرمای سوری پیدا بکنن پرونده شما 100 درصد رد در مراقب باشید من شرمندم که روک تو تلویزیون دارم صحبت میکنم ولی به نظر من و این اینکه خیلی از دوستان برنامه های ما رو نگاه میکنن به خاطر این هستش که من روک بهتون حقایقو میگم براتون یک نقشه خیلی قشنگی رو من نمیکشم که آخرش فقط سراب باشه حقایق رو بدونید خانم سهر میگن که اگر فردی در مرحله فرم آی 140 آی 140 پرونده ای هستش که اشخاص برای پرونده کاری و شغلی برای گرفتن گیرین کار به اداره مهاجرت ارائه میدن قبول شده باشه و منتظر تماس از اداره ویزا برای مصاحبه باشه یعنی که وزارت امور خارجه اما همچنان مدارکش در اداره مهاجرت نگه داشته شده باشه چرا نمیدونم با توجه به تغییرات جدید آیا پیگیری و نتیجه مثبتی برای این فرد تأثیری خواهد داشت بله کسانی که ای بی ای یک یعنی همون اشخاصی که نخبه هستند اقدام کردن میتونن که هم ها استفاده کنن به جهت تشویقتون میکنم خانم سهر که پیگیرش باشین از اداره مهاجرت ببینید که چرا پرونده به نشنال ویزا سنتر یا همون وزارت امور خارجه فرستاده نشده برای رجوع شما به کنسولگری آمریکا حساب دنبالش باشین پیگیر باشید امیرا میگه ما یک خانواده پنج نفره هستیم و متقاضی مهاجرت از طریق برنامه نخبگان آن هم در گروه مهارت های که دو سال از پرونده ما استارت خورده با توجه به شرایط پیش در سیاست های مهاجرتی آمریکا متاسفانه به طور غیر معقول روند پرونده با تأخیر انجام میشه اگه در اداره مهاجرت هستین میشه شکایت کرد پروندهتون رو زودتر انجام داد با توجه به شرایط پیش در سیاست های مهاجرتی آمریکا گفتم او یک سال پیش اداره مهاجرت پرونده ای ما را واجد شرایط دانسته و به وزارت, خارجه ارجاع داده اوکی پس پرونده شما از اداره مهاجرت پیروز شده رفته به وزارت امور خارجه که به شما وقت کنسولگری بدن ده ماه منتظر تعیین وقت مصاحبه بودیم کسانی که پروندهشون در وزارت امور خارجه هستش که براشون کنسولگری پیدا بکنن پیدا کردن کنسولگری و وقت خیلی کم هستش سه تا بیشتر کنسولگری ها نیستن امارات، ارمنستان و ترکیه که به ایرانی ها اجازه میدن که برای گرفتن گرین کارت رجوع کنن سر اونا هم شروع هستش حساب ده ماهی که شما نشستین و که منتظر وقت سفارت باشین عادی هستش تا اینکه 24 نوامبر که 25 روز پیش بوده مصاحبه در ارمنستان انجام و اعلام کردن که پرونده ما بسیار خوب است و هیچ مشکلی نداریم و اعلام کنن که حدود یک ماه مراحل اداری طول میکشه و شماره پرونده را سایت چک کنید یک ماه ها به همه میگن قایتا 6 ماه تا یک سال طول میکشه برای دستور دیوان عالی آمریکا ما در چه وضعیتی هستیم شما الان در وضعیتی هستیم که باید ما درخواست بکنید که ادا... کنسولگری آمریکا مدارک معافیت شما رو ببینه بدین جهت شما باید مدارک معافیتتون رو آماده بکنید مدارک معافیت بر حسب چیزهایی بودش که در این سه ساعت داشتیم صحبت میکردیم باید نشون بدین که شما یک ورود شما امنیت ملی و امنیت عمومی ایالات متحده رو تهدید نمیکنه شما خطری برای آمریکا ندارید دو اگر که به شما اجازه ورود ندن باعث سختی های فراوان برای شما می شود سه ورود شما باعث منافع ملی ایالات آمریکا می شود کمک به منافع ملی آمریکا می کند روی حساب اون ستا رو بعد نشون بدیم و شما بعد که اون ویور رو آماده کنید با دفتر ما تماس بگیرید ما کمکتون خواهیم کرد که این ویور رو آماده بکنیم یا ما یا وکلای دیگه که وجود دارن میتونن که به شما کمک کنند ولی در این زمانی که الان هستش حتما این مدارک رو آماده کنید بفرستید هر چه زودتر بکنید بهتره مدارکتون کامل باشه که وقتی که پرونده شما رو مرور میکنن همه رو داشته باشن ویزای ای بی دو یکی از دوستان سوال میکنن آیا فرمان اج، اجرای اجرایی سوم بر روی پرونده افرادی که قصد دارن برای ویزای گرین کارت نخبگان یعنی ای بی دو از داخل آمریکا اقدام کنن تاثیر خواهد گذاشت یا خیر من ویزای دانشجویی دارم و میخوام برای ای بی دو از داخل آمریکا اقدام بکنم خیر این برای کسانی که داخل ایالات متحده هستند مثل شما دوست عزیز که آقای اسد هستن سوال کردن که از ویزای دانشجویی میخوای اقدام کنی که گرین کارت ای بی دو بگیری و پس از آن و پس از آن بخوای که در آمریکا گرین کارت رو دریافت کنی این قوانینی که بخشنامه آقای ترامپ یه برنامه شما اثری نخواهد گذاشت احسان میگوید من یک سال و نیمه گذشته از ایران برای کتگوری ای بی ای بی کار فرما اقدام کرده احسان بهش ملحق بشه به خاطر اینکه احسان کار خاصی انجام میده و موفق به اخصه ال سی ال -سی نامه ای هستش که از اداره کار میآید و میگوید که بله این کار فرما ممکنه که به همچین شخصی احتیاج داشته باشه بعد از اون پرونده میره به وزارت امور به به وزارت امنیت اداره مهاجرت که پرونده مروشه و مجوز آیوان فورتی شدم یعنی که اداره مهاجرت گفته که بله ایشون میتونه که گرین کارت بگیره و پرونده الان در اداره مهاجرت است تا به NVC تا به وزارت امور خارجه داده شود با توجه به اینکه شروع پرونده من قبل از ریاست جمهوری ترامپ بوده آیا با قانون جدید من هم جز معافیت های دارای رابطه کاری با آمریکا محسوب میگردم یا خیر به نظر من خیر برای اینکه شما در آمریکا نبودید اگر در آمریکا شما بودید ممکن بود و بذارید که رابطه کاری که شما میگی اون قسمتی که دارن شما میگن اون رابطه کاری بزرگی که دارن اعلام میکنن چون که قبل از قبل از برنامه اکتبر 2018 شما اقدام کرده بودید ممکنه که اون معافیت به شما بخوره ولی کن رابطه حقیقی باید داشته باشی اگر شما مهندس هستی کارفرمای شما گل فروش هستش اون رابطه حقیقی نیستش اگر شما گل فروش هستی را... کارفرمای شما در آمریکا مهندس هستش اون رابطه حقیقی نیستش شما باید مطمئن باشی که رابطه رابطه درست و حقیقی وجود داشته باشد که بتونی که از این طریق شما بتونی که اقدام بکنی برای معافیت سوال بعدیمون آقای مهران میپرسند میگن که در, خصوص برنامه لوتوری در صورت برنده شدن آیا امکان عدم صدور ویزا با توجه به شرایط کنونی هست یا خیر؟ بله هستش اگر که شما نتونید که ثابت بکنید که رابطه عاطفی با یک نفر که رابطه شخصی هستش که پدر یا مادر همسر یا فرزند زیر 21 در آمریکا ندارید اون رابطه عاطفی اگر که نباشه به غیر از اینها حساب نخواهد شد یا اگر که شما رابطه کاری و تجاری یا سرمایه گذاری در آمریکا داشته باشید که حقیقی باشد آن حساب خواهد شد نصاب جرام مهران باید در هر صورت شما حتی اگر هم که لوتوری ببرید شما باید درخواست بکنید برای معافیت از این جلوگیری از ورود شما به آمریکا خانم نوشین میگن که من 17 اکتبر مصاحبه داشتم برای لوتوری در حال حاضر دو بر... تو مرحله بررسی اداری هستم با توجه به اینکه من نه فامیلی در آمریکا دارم و نه رابطه تجاری چطور میتونم ویزا بگیرم و اصلا احتمال گرفتن ویزا هست یا خیر خانم نوشین شانس شما بسیار پایین هست و به نظر شما من پرونده شما رو رد خواهند کرد آیا یک قرارداد شغلی یا پذیرش از دانشگاه میتونه کمک کنه پذیرش از دانشگاه خیر قرارداد شغلی که درست باشه حقیقی باشه در رشته شما باشه ممکنه از ماافیت بشی استفاده کرد شما به عنوان یک وکیل میتونی کاری برای من انجام دهید خیر من اینجا شغل پیدا نمی کنم کار پیدا نمی کنم اگر که شما کاری یا کارفرمایی دارید و کار در مورد رشته شما هستش من خوشحال میشم که مدارک معافیت شما رو آماده بکنیم به اداره به کنسولگری آمریکا ارائه بدهیم خانم سمیه میگن من خودم برنده لوتوری 2018 هستم 33 سالمه پرستار هستم همسرم مهندس برق و 34 سال از نوبت مصاحبمون 16 ژانویه هستش حالا با توجه به قوانین جدید به نظرتون باز هم شانسی برای دریافت ویزا داریم من نه فامیلی اونجا دارم نه پذیرش تحصیلی و نه پذیرش کاری تنها امیدی که خانم اسمایه شما دارین اینه که یک پذیرش یک درخواست کاری در رشته خودتون بکنید شما نرس هستین و باید در, شر... در رشته خودتون باشه چون که شما نرس هستید و در ایالات متحده شما اجازه کار به عنوان نرس رو ندارید نمیتونید در یک جای به عنوان نرس کار بگیرید اگر در رشته پزشکی باشه که به عنوان دستیار پزشک شما بخواید که کار کنید یا دستیار بی در یکی بیمارستان بخواید که کار بکنید ممکنه که بتونه کمکتون بکنه ولی حتما باید در رشته خودتون باشه اون درخواست کار رشته شما نه همسرتون متقاضی حساب میشه نه همسر متقاضی حسن میگه نظرتون رو نسبت به وضعیت کسانی که در لوتوری 2018 برنده شدن و مصاحبه را در ماهای آتیه فبری و ماش در پیش رو دارند بفرمایید راهکاری آمادگی برای شرایط موجود پیش بینی میشه یاخه. یا خیر یا کارفرما در رشته خودتون پیدا کنید یا یک کمپانی در آمریکا بزنید در آن سرمایه گذاری بکنید که بتوانید از اون طریق بگین که رابطه حقیقی با ایالات متحده دارید از یکی از این بنده یکی از افراد کیا میگه کیا میگه یکی از افراد خواهان مهاجرت هستن و برنده لوتری با این قوانین جدید که اجرا شده یک سوال واسه, بنده پیش اومده فرم 260 که برای برندگان لوتری هستش را مجرد پر کردم و فرستادم الان برای خارج شدن از ممنوعیت لازم میدونم که ازدواج سوری داشته باشم و این خانم با ویزای دانشجویی وارد خاک ایالات متحده شده و من هم درخواست ویور داده و از این قانون بیرون بیام حالا به نظر شما این کار شدنیه جناب کیا چون که درخواست شما این هستش که ازدواج سوری انجام بدین و این کار غیر قانونی هستش طبق قوانین ایالات متحده بنده به عنوان وکیل به هیچ عنوان به شما کمک نخواهم کرد که سر دولت آمریکا رو یا سر هیچ دولتی رو کلا بذارید جواب سوال شما رو من شرمنده نخواهم داد در طول تمام این پرونده هایی که ما صحبت کردیم و من الان اجازه بریم من رو تلفنم ببینم بعضی وقتا ایمیل هایی که شما دوستان میفرستین روی ایمیل میاد من یک هزار و تا ایمیل جدید دارم از شما دوستان که درخواست کردین که من جواب سوال شما رو در مورد این شابل بند بدم فکر کنم خیلی مسائل الان من حل کرده بر شما عیزان ولی باسم من اینها رو پرینت خواهم کردش بیام که جوابگوی سوالات شما عیزان باشم که بهتر بتونیم که در روزهای بعدی صحبت کنیم آم و میدونید خیلی مهم هستش دوستان در شرایط کنونی چند چیز رو بدونید یک هر کس که وارد کنسولگری آمریکا میشه به غیر از ویزای دانشجویی اگر درخواست ویزایی دارید که ویزای مهاجرتی یا غیر مهاجرتی هستش با مدارک معافیت وارد بشوید مدارک معافیت هم حتما با وکیل مورد اعتماد خودتون صحبت کنید یا دفتر وکالت ما یا هر کی از دوستان دیگر که زحمت دارن میکشن که وکالت دارن در آمریکا انجام میدن که وقتشون رو برای شما میذارن باشون در تماس باشین که بتونید که این کار رو انجام بدن دو حقایق رو بدونید با حقایق قدم بردارید اگر که الان پرونده شما انجام نمیتونه بشه موکولش کنید برای بعدا سه هر کسی که چه از طریق خانواده چه از طریق کار چه از طریق سرمایه گذاری پروندش رو میخواد الان شروع بکنه و به اداره مهاجرت بفرسته انجام بدهید نگذارید این مسائل و این تحریماتی که صحبتش هستش یا اینکه این, این منع ورود ایرانیان شما رو بترسونه همه میتونن هنوز برای اقدام از طریق خانواده از طریق سرمایه گذاری و از طریق کار اقدام بکنند تمام این مسائل برای کسانی هستش که میخوان برن به کنسولگری آمریکا که امروز وارد آمریکا بشن پرونده های خانواده که شما الان اقدام کنید امروز اقدام بکنید اشخاص دو سال، چهار سال، بعضی چهارده سال دیگه وارد آمریکا میشن کار سه سال دیگه سرمایه گذاری سه سال دیگه شما امروز اقدام بکنید از شرایط کنونی استفاده بکنید که برای سرمایه گذاری 500 هزار دلار فردا ممکنه بشه یک سه میلیون دلار کار امروز شرایط ممکنه که یک کمی ساده تر باشه فردا سختتر ممکنه بشه روابط خانوادگی امروز هستش فردا خدایی نکرده اگر از خانواده کسی فوت بشه آن کسی که اقدام برای متقاضی هستش فوت بخواد کسی که سیتیزن آمریکا هستش فوت بشه نمیتونن که اقدام کنن برای خانوادهشون امروز اقدام بکنید پرونده ها رو امروز در جریان بندازید زمانی که شما میخواین برین کنسولگری اگر از طریق سرمایه گذاری هستش حتی اگر که بخشنامه کنونی و تفسیری که وزارت امور خارجه کرده از بخشنامه ریاست جمهوری آمریکا در حاکم هم باشه در اون زمان هنوز معافیت برای شما ها انجام میشه برای سرمایه گذارها معافیت هستش برای نخبه ها معافیت هستش برای بعضی از روابط خانوادگی معافیت هستش برای کسانی که بیمار هستن وارد آمریکا میخوان بشن معافیت هستش برای کسانی که گیرین کارت دارن استثنا هستش روی حساب از این زمان استفاده بکنید و پرونده ها رو ثبت بکنید در اداره مهاجرت و نگذارید تبلیغات ناسالمی که در خاور میانه هستش رسانه های گروهی که صحبت کردن درهای آمریکا بسته شد آمریکا دیگر ایرانی ها را به, راه نخواهد داد جلوگیری خواهند کرد همینا من ببینید این بخشنامه که هستش جلوگیری خواهد کرد از خیلی از اشخاص که رابطه نزدیک با یک انسانی در ایالات متحده یا رابطه تجاری یا رابطه علمی یا رابطه مالی در آمریکا ندارن به آمریکا نیان ولی این روابط رو قانونی می شود درست کرد قانونی می شود که اجرا کرد تا زمانی که کاری رو قانونی میتونید انجام بدهید چرا سوری بخواید انجام بدید مثل یکی از دوستان که پیشنهاد دادن نکنید سوری هیچ کار رو سوری انجام ندید و اگر پرونده شما بیش از شش ماه یا نه ماه در کنسولگری آمریکا مونده و به شما جواب ندادن با ما تماس بگیرید میشه شکایت کرد میشه از طریق قضات پذی از پرونده ها رو جلو برد این کشور قانون هستش اینجا از وکلاتون درخواست کنید به شما اطلاعات بدن حرف های من هم هر چی هم که گفتم با وکیلای دیگه هم چک کنید ببینید اصلا آقای کاملی درست داره میگه یا خیر و بعد جمع بندی کنید خودتون تصمیم بگیرید الان من چیزهایی رو که امروز خدمت شما گفتم بر حسب بخشنامه ای آقای ترامپ هستش بر حسب نظریه و تفسیر وزارت امور خارجه هستش امیدواریم که در آینده نزدیک بزات بیان و دوباره این قوانین رو عوض کنه و این بخشنامه رو بذارن کنار یا اینکه مسائل دیگه بشه ولی فعلا که این برنامه در آخر آذر ماه 1396 داره ضبط میشه این الان بخشنامه‌ای هستش که ای آقای ترامپ انجام داده ولیکن درهای ایالات متحده روی سرمایه گذارها روی اعضای نزدیک خانواده روی اشخاصی که به عنوان نخبه به عنوان در شغل خودشون هنرمند هستند در, در شغل خودشون یکتا هستند یک هستند هستن. و کسانی که رابطه حقیقی با یک شرکت با یک تجارت یا شخص نزدیکی در آمریکا داشته باشند هنوز اون درها بسته نشده میتونید که قدم ها رو درست فردارید و حقیقت ها رو و حقیقت رو قبول کنید دوستان اطلاعاتتون رو جمع کنید با اطلاعات کامل قدم های بعدی رو بردارید و شکی ندارم من که در این قدم ها رو با اطلاعات کامل بردارید موفق خواهید شد از اینکه وقتتون توی من دادین متشکرم تا جلسه بعد که با هم دیگه گفتگویی داشته باشیم برای تک تک شما عزیزان شبها و روزهای بسیار عالی رو آرزو می کنم متشکرم شب خوش